زمین پروژه جیم سیتی است. مهمترین اولین کار روی تحلیل شیب، یکی از مدل‌های مهم تحلیل شیب پروژه است که بر مبنای تحلیل شیب ما میتونیم اصلا بستربندی و تخت سازی های این پروژه رو انجام بدیم. بین اینها رو ما کم سعی کردیم نیم متر رو خاموش کنیم و فاصله های 5 متری رو بگیریم. الان این فاصله بین A و B که 5 متره، یعنی 5 متر اختلاف ارتفاع کم کرده، یه چیزی حدود 20 متر بوده. هر 20 متر 5 متر کم کرده. چون 20 متر 5 متر کم کرده، در 100 متر چقدر میشه؟ 25%. چند جای دیگر هم اگه دقت کنیم فاصله ها تقریبا 5-6، یه جاهایی کمتر ممکنه بشه که تا 30% شیب هم میاد. ما بر مبنای شیب هاست که میتونیم بستر بندی کنیم. هر پروژه های خطی حداقل، یعنی چیز مهم در پروژه خطی اینه که در یه پروژه خطی ما به 3 تا اکس 6 متری حداقل احتیاج داریم. یعنی اگر ما پروژه رو بگیریم 3 تا اکس 6 متری، پس به یه بستر حداقل 18 متر ما احتیاج داریم. در پروژه ها باید این دقت رو بکنیم. اگر که شیبمون معمولا 20%، ما باید حتما ساختمون تو کات باشه. فیل میتونه قسمتی باشه که این کات رو میاریم، زمین رو که بریدیم، مثلا اگر این شیب 20%، 25% شیبه، باید کات رو برداریم بیاریم فیل. وقتی که 20% هستیم، یعنی هر 100 متری، هر 20 متر، یعنی ما وقتی ما میگیم شیبمون 25%، یعنی هر 100 متر 25 متر، هر 50 متر 12.5 افت کردیم. این طبقه بندی که دو طرف میخوایم بکنیم برای اینکه نریم زیاد بالا هم خیلی خوبه. بعد از این خیابونی که اینجاها بذاریم، ساختمون اینجا بنا کنیم، طبقه بندی و کشیدن پایین از این ور اون ور با کمک پله که بعد محوطه سازی قشنگی بتونیم صورت بدیم. یعنی ساختمون حتما رو بستر سنگی باید قرار بگیره. یعنی پس اگر ما یه چیزی رو کات و فیل میکنیم، محوطه روی فیل باید باشه. کات که میکنیم ساختمون و حالا در این پروژه ها چون بستر سنگیه ما نمیتونیم پایلینگ کنیم برای پروژه ارتفاعی. 100% بهترین چیزش اینه که برای پروژه ارتفاعی رفت فاندیشن کنیم. یعنی ما یه فاندیشن رفت احتیاج داریم برای برج ها. برای وقتی هم تو ارتفاع 2 متر 4 متر اینا نواری خواهیم کرد. این کل مدله. حالا زمین به خاطر قیافه اینطوریش، ما از این پروژه که شروع میشه بهترین کار اینه که بسترهای به این فرمو بسازیم. حالا خیابونا رو که کشی در این پروژه خیابونا کشیده شده، ولی مهم نیست، خیابونا رو بعد عوض کنیم. ما تقریبا هر 50 متر هر کدوم از اینها 20 متر بود، 20 متر 40 متر 60 متر حدودا در کل باید یک سری. حالا به این طریق ما باید اینجاها میشه پله ها، جاهای مختلف میتونه پله ها به وجود بیاد که اختلاف زد بشه، ولی اینجاها ساختمون هامون قشنگ میتونه در این نوت ها قرار بگیره. این قسمت پروژه جنوبه، این قسمت پروژه شمال زمینه. وقتی این شمال باشه غرب زمین اینجاست و شرق زمین اینجاست. همدان هم در شرق قرار داره و این پروژه نسبت به همدان در غرب قرار داره، غرب همدان قرار داره. پروژه اینجا قرار داره که من دست بکنم، یعنی پروژه اینجا قرار داره. درست در اگر شمال من کلیک کنم، شمال الان شمال نقشه اینجاست. اینجا در این اگر همدانه، در غرب همدان پروژه وجود داره. حالا اتفاقی که میفته، یعنی از بالا ما پروژه‌ای که خواهیم داشت به همین طریق باید نسبت به شیب این کار رو بکنیم. ما این با شیب بازی میکنیم هر جای هست، ولی بسترهایی باید درست بشه. حالا این تیکش میتونه تجزیه‌های بیشتری داشته باشه، ولی حالا تجزیه کل الان در مدل اصلی این پروژه اینطوریه. میاد به حالا یه خیابون اینجا کشیدن، اینجاها بغل این خیابون، این باید خودشو جمع کنه. بستر این پروژه از نظر ایدوگرام
ما به همچین حالا بعد خورشید آنالیز کنیم ببینیم ساختمان هایی که بعدها توی این تحلیل گذاشته میشه این پروژه اینطوری قرار میگیره. حالا اگه ساختمونی گفتیم این مدلی ساختمون خود قبلیشون اینجا یه ساختمونی ساخته بودن، چه اتفاق میفته؟ خورشید گفتیم این قسمته، خورشید این بره، همیشه این خیابون سایه بود و جایی که مردم وارد مغازه ها میشدن از پیاده رو همه تو سایه بودن. تمام زمستون اینجا یخبندان میشد با شیب بالا، اصلا شیبی که داره گفتیم این زمین الان در شیب قالبش 25 تا 30 درصده، در حالا اگر شکسته شده هر چی زده باشه بالای 14 تا 15 درصد شیب تو این خیابون. این خیابون میشه از حالا گفت اسمش خیابون مرگه، چون کاملا سایه روش میافته، یخبندان میشه و اتفاق که خواهد افتاد هر ماشینی در زمستون رو این حرکت کنه اصلا لیس خواهد خورد، چون 15 درصد شیبه. باید حتما طراحی خیابون رو مثل رام مدرس بشه، طوری بشه که بشه ماشین تو حرکت کنه. این زاویه قرار گرفتن بسیار. حالا این ساختمونا که اینجوری قرار بگن چقدر خوبن. چه اتفاقی تو جنوب اینجاست؟ خورشید قشنگ در بیشتر زمان روی این ساختمون‌ها قرار دارد، یعنی اینطوری و حتی چون اینطوریه در غروب این جناح نور خواهد داشت با منظر قشنگ کوهای اون بره، از صبح هم تا بعد از ظهر تمام اینجا نور خواهد. و مهمترین چیز اینه که وقتی این اتفاق میفته خیابان اگر ما جاده رو جلو بذاریم هیچ وقت هم مشکل این اتفاق که اگر اینطوری قرار میگرفت نشد، ساعت‌های زیادی توی خود خیابون نور خواهد افتاد، یعنی یک زمانهایی نور وارد خیابون در زمستون میشه در زمانهای بیشتری. پس بستربندیش اصلا اینطوری باید صورت بگیره. الان میخوایم الگوها، بهش میگیم اصطلاحاً الگوها یا مدل هایی که در شیب های مختلف منطقی قرار بدیم. اینجا اگر اینو 50 متر بگیریم درست، در شیب 100 20 درصد هر 100 متر 20 متر میره بالا، بعد در 50 متر تازه اینجا چقدر، یعنی اگر اینو بگیم 50 متر 25 متر 25 متر دوده 10 متر میره بالا، تازه 20 درصدش میخوایم سه تا تحلیل بده، تو 20 بدیم، تو 25، تو 30 بدیم، حتی 30 به بالا، بهش میگن تحلیلش. معمولا تو زمین رو باید رنگ کنیم بگیم در اینجا اینو کارو باید بکنیم. حالا این در کل اینقدر اتفاق میفته، یعنی این باز میریم به این و اینجا بعد از این میاد پایین این شکلی. گفتیم خاک برداری باید کجا باشه؟ خاک برداری خوب اینجاست، یعنی این شیب باید اینجا قرار بگیره. اینجا رو اگر که به هر دلیلی کات میکنیم اینجا رو باید چیکار کنیم؟ فیل کنیم. اینجا رو باید ببریم، اینجا رو پر کنیم. اولا اقتصاد ترینه، یعنی سنگی که از اینجا کندیم ریختیم توی یه جای دیگه. خاک برداری خوبه که کات و پر کردنش فیلش یکی باشه، اگر نه مثلا همش کات کنیم غلطه، همش فیل کنیم غلطه. بعد گفتیم حتما ساختمون باید تو بستر چی قرار بگیره؟ اون 18 متر که احتیاج داریم تو اینجا قرار بگیره، یعنی زیرش زمین سفت و یک پارچه و دست نخورده قرار بگیره. این پس الگو میشه. حالا اینجا چیکار؟ خیابون رو کاملا میتونیم توی کدوم قسمت قرار بدیم؟ رو فیل انجام بدیم. 12 متر و 18 متر 30 متر اینجا احتیاج داریم. اینجا گفتیم الان ما یه مدل 50 متری رو کردیم دیگه، درسته؟ 50 متر. بعد از این میتونیم دو تا پلمون رو اینجا خاک برداری هم کمتر کنیم، بیایم اینجا دو تا هم توی آخریاش هم توی این مثلا بکنیم، این دو سه تا این شکلی درست کنیم که اینجا برای عالی میشه. برای چی؟ فضای سبز. این الگو رو هم در فضای گرادون میکنیم، گرادون های خوشگلی میشه که اینطوری اتفاق بیفته. یعنی ما در هر 50 متری پروژه خودمون رو کاملا رو بستر طبیعی و این باز این پشتم چه اتفاق میفته؟ یکی دو تاش اینطوری میشه تا میرسه به این، بعدش هم تو این مثلا تو فیلم میاد خودش. کلن باید این باقی مونده به اندازه ما یه دونه دقیقا ساختمون نواری 18 متری روی بستر سنگی داشته باشیم، 12 متر هم که باز مقدارش کمتر روی فیلینگ چیز داشته باشیم. این دیوارا رو هم از سنگی که همینجا چیدیم میتونیم سنگ چینی رو هم اصلا به کمک خود بناهای بومی سنگ چینی طبیعی بکنیم، یعنی این چون اگه ارتفاعمون همین 1 متر 1 متر و نیم باشه قشنگ میشه اینا رو اینطوری کرد و تمام اینا رو گل و اینا گذاشت و پله‌های خوشگلی هم هر چند جاش یه سری پله‌های خوشگل دیزاین کرد.
ولی پروژه به این طریق هم میاد اینجا قرار میگیره اینجا. حالا پروژه بعدی هم تو اینجاست، درست؟ به ترتیب هم این بلندتر این کوتاه‌تره. از ارتفاع مثلا دو تا ارتفاع هم با کمک یه پولایی در قد این بریسینگ از ساختمون رو هم از این درد که طولی میرن از این ورم این ساختمون رو به این ساختمون رفت وصل میکنیم. یعنی ما ارتباطات یه نواری تمام این اگر این برجمون با پروژمون باشه که مثلا اینجا کوتاه‌تر، اینجا بلندتر، اینجا باز ساختمون بلندتر و بعد بلندتر، همینطور هی ساختمون ها تا بلندترین مرتبه میشه از مثلا دو طبقه بازارها که یکی دو طبقه شروع بشه، بشه چهار طبقه، بشه شیش طبقه، بشه هشت طبقه. این زمین پایین با بالاش 100 متر اختلاف داره. 100 تا تقسیم بر 3 کنیم میشه چی؟ خودی 30 طبقه. 30 طبقه از همدان، اینجا اگه همدان باشه خود همدان 1800، این پروژه تو 1900، خود اینجا از همدان تا 1900 100 متر اینجا داریم، خود زمین از 1900 میره به 2000 100 متر. از همدان مردم چی رو میبینن؟ یه ساختمون که خود زمین 30 تا داره، اگه آخرش حتی 12 طبقه باشه یه ساختمون 42 طبقه رو تو نما میبینن. که به جای اینکه بیایم یه دفعه یه برج بسازیم در جایی که نه آتش نشانی داره نه، یعنی در جایی که هنوز تجربه تو شهر پیچیده، حتی دبی که اینم برج ساخته هنوز وقتی تو برجش آتش سوزی میشه خیلی مشکل دارن. وای بال مناطقی که هنوز شرکت آتش نشانی. ما بعد در برج هاش ما احتیاج به چی داریم؟ پمپ های مخصوص برای بتن داریم. هر 17 18 طبقه شما یه مکانیکال روم دیگه میخواین. خیلی پروژه های برج ها مباحث خودشو داره. در بعد ما روی بستر سنگی در چین خوردگی های زاگرس قرار داریم. 100% این منطقه از نظر زلزله خیزی زلزله خیز بوده که این چینا خورده. حالا ما هنوز اطلاعات زمین شناسی دقیق و در حقیقت زلزله نگاری دقیق اینجا رو نداریم که اینا باید تو فاز یک باشه. برای همین بهتره که در اینجا اصلا برج فکر نشه. خود زمین گفتیم اولین چیز مثل در ایلامی ها در همین منطقه ایرانی ها اولین کشور بودن که تجربه زیگورات داشتن. زیگورات می آمد از بستر تپه استفاده می کرد، نه مصر مصری ها که یه دونه هرم ها از اول تا پایین رو بس سنگ بچینن. اونا خود تپه بود. زیگورات می آمد چیکار می کرد؟ تو بدنه تپه خودشو می برد بالا. ولی از پای بعد ها که شما یه زیگورات رو می دیدین چطوری می دیدین؟ مثل زیگورات هایی که در ایران هست شما درست مثل یک مجموعه رو میدیدین که چیه؟ همون روی مثل بندازه ارتفاع یه تپه است. ولی این هم از خود زمین مورف زمین استفاده شد. یکی از کارهایی که باید بکنیم با این کاری که خواهیم کرد و پروژه‌ای که خطی خواهد بود به این طریق هی میاد این بلندترینش میاد پایین‌تر میاد پایین‌تر، ما کلا مثل اینکه یه دونه زیگورات رو تپه ساختیم و از پایین برج 42 طبقه رو دیدیم. خورشید رو الان تو بحث قبل رعایت کردیم، همه چیز رو رعایت کردیم، مباحث زلزله رو نگفتیم، باد هم در این چاپ آنالیز باد کردیم. در اون مسیر ما همیشه بادهای زمستونی داریم میفته توش، پشت اینجا کوههای برفیه کمک میکنه. تازه ساختاری که میسازیم جلوی باد و ساختمانهای اولیه بگیره، تو خیابونامون باد نیفته. اون هم باز تو تحلیل باد. این کلن اصطلاحا هم بهش میگیم ایدئوگرام. ما ایدئوگرام پروژه پس به این طریق این پروژه شکل خواهد گرفت. بعد میرون دیزاینش بستر سازیشو فهمیدیم چیکار باید بکنیم، الگوهای شیبمون رو آنالیز خواهیم کرد، شیب 25% چطوری ساختمون قرار بدیم، شیب 30%، 35%، تمام اینها. جاده هامون قشنگ توی خط تراز قرار میگیرن، چجوری این جاده ها آفتاب بهشون بخوره، چجوری باد تو این جاده ها نیفته. چون مثلا دکتر گرانتاب در باغ میشه خیلی قشنگ تحلیل سان نکرد ولی تحلیل باد رو نکرد بود. خورشید برف میشه است ولی باد تو زمستون میفته تو اون کوچه، باد که میفته سوز وحشتناک اتفاق میفته. تو بعضی جا خورشید ممکنه نیفته ولی باد نباید بیفته، باد بیفته سوز ایجاد میکنه. این خلاصه بود از ایدئوگرام. این ایدئوگرام پروژه حالا تیکه تیکه از پروسه پیشرفت پروژه من فیلم هایی که الان مدل سازی هایی که داره میشه رو فیلم میذارم. کلن
ما در شیب های بین 24-25% تا تقریبا 30% هستیم. به همچین سکشنی برخورد میکنیم. اگه کاتوفیل های مناسب خودمون، اگر اینا رو هر کدوم تقریبا 48 متر بگیریم، در هر 48 متری 12 متر افت میکنیم، تقریبا 3 تا 4 متر یا 4 تا 3 متر برای پارکینگ ها. حالا در هر صورت بحثمون این بود که همیشه تو قسمت 100% کات ساختمون رو خواهیم ساخت. تو قسمت های کات از مرکزش بگیریم، ساختمون رو تو اینجا خواهیم ساخت. تو این قسمت ها میتونیم پله ها رو شروع کنیم، یک سری پله هامون اینجا و بعد بیم بالا و تا به اینجا رسیدیم. قسمت های سبز رو میتونیم اینجا ها شکل بدیم و بعدش اینجا روده. این در حقیقت گفتیم حدودا 24 متر میشه که 18 مترشو ما به خود ساختمون احتیاج داریم. ساختمون ما در 18 متری اینطوری قرار میگیرد. اگر 4 تا 3 متر هم یا 4 تا 3 متر بریم، بلکه برای پارکینگ خوبه، همه اینا میتونه قسمت های پارکینگ تو لول پایین تر باشه از خیابون این و مثلا پارکینگ ها در این لول باشه، ولی بالای اینها میشه مورد حالا 4 متر 6 متر 8 متر بسکی به کاربری که داریم ارتفاعی ماشینا بیاد تو موضوع که شروع میشه توقعات اصلا تو رامپ و اینا برای که نشه کافی یا آسانسورای داشته همیشه میتونه یکیش پارکینگ که کمتر پارک باشه و طبقه مالیات در بشن جو بسترامو میتونیم حالا یا رامپ لاف استفاده برای قسمتی که خیلی هم خوب از رود ماشین وارد پارکینگ میشه، ولی بعد مردم از یک ارتفاع بالاتر وارد لابی که تو این طبقه لابی اگه اینجا باشه از پارکینگ وارد لابی میشن و این پاول حالا این لابی دو طبقه میخواد باشه هر چقدر میخواد باشه میتونه ساختمون ها بس این ارتفاع به بعد صورت بگیره، یعنی قسمت پایینش پارکینگ همونه که از این ور کاملا از خیابون راه دارن، اونور از ارتفاع بالاتر قشنگ به کمک یک سیستم ارتباطیمون به لابی پروژه پیاده سوار وارد میشیم. الیویتورها و تمام اینا یعنی از یک طرف قشنگ ماشین میاد تو پارکینگ، تو این سه طبقه پارکینگ ها رو ما داریم، چهار طبقه سه طبقه هر چقدر بخوایم اگر سمت بگیریم با فضای کاذب و اینا چهار تا میتونه بشه، یعنی چهار تا مثل اینجا کشیدن پارکینگ ها از این ور، چهار تا از ماشین رو از این وره، پیاده ها هم از این ور وارد ساختار این میشه و بالا این چه اتفاق میفته موضوعاتی که حالا میخواد هر موضوعی که بخواد قرار بگیره بشه. پروژه هم به صورت مبسطه رو دیگه قشنگ میتونیم کاتو فیلم احساس کنیم دیگه، یعنی زمین این قهوه رو بگیریم مثل همین جاها تماما میتونه در وقتی به اینجا میرسه از یه جایی لیولینگ بشه و بیاد چی بشه باشه فضای سبز رو ایجاد کنه. به جز اون از طبقات بالاتر هم ما باز این ساختمون رو از طرف عرضی بخوایم برسینگ کنیم میتونه بیاد روی تاپ این، بعد دو طبقه که از هم کف هم رفتیم دو طبقه هم کافی برای که جلو نگیره. باز حتی اینجاها میتونه پلای فضایی باشه که مجموعه ها رو به صورت علاوه بر این که ما در حقیقت پروژه این بر به صورت نواری است، حالا هر حالتی که داریم میاد این تو و میره از جاهای حالا بعدش حالا فضای معماری این پیچیده میشه و چه شکل های هندسی در میاد، تازه یه سری باز پلای فضایی با شکل هندسی های دکانستراکت واگری فضایی طبقات مختلف و موضوعات مختلف و باز به همدیگه میتونن قفل و بست کنن که در کل مثل تمام خراشایی که
روی معادن الماس و غیره وجود داره که بسیار تیز هستن. اینها المان های خوبی رو میتونیم ازش ایجاد کنیم. اینو در پلان دارم میکشم، از بالا پلان ها دکانستری میشن، جای خاصی با شیب ها حرکت میکنن و پروژه رو اینطوری شکل میدن. ما یک سری خطوط توی پرسپکتیف ها خواهیم داشت که اینجوری حالا بیدیم. حالا حتی اینم تو لیول ها میتونه لیول ها رو هم کم و زیاد بشه، لیول های بالاتر با اینو فرق داشته باشه، طبقات مختلفی رو ما بگیریم. حالا این رو یه تک رنگ کنم بهتره. اینجا یه لیول، اینجا های یه لیول دیگه، پایین ترش باز پایین تر، بالا ها کم بشه، یعنی گرادون از چندین جهت گرادون و دفورمیگی میتونه همه کار بشه. یعنی ما این طبقات رو که وقتی میاد اینجا خیابانی که جلوش میاد، این میتونه هم از این طرف گرادون بشه، پله پله بشه وقتی به کناره خیابان اصلی میخواد برسه و از اون بره. این در حقیقت ایدوگرام پروژکت. حالا این خیلی پیچیده میشه، اون بحثایی که توی نمادای این بر میتونه سخت و بسیار پیچیده تر بشه. گفتیم همه از پدیده زیگورات گرفته شده و بعد مثل الماس و جواهرات در حقیقت برش داره. اگر این ارتفاعات این بره، این ارتفاعات بعدی تر، لیول های مختلف قرار دارن هست، درست. سقف های طبقه آخر و آخر ما فرم هایی میدیم که از پایین، از سطحی که مردم میبینن با یه فرمت های در حقیقت ضد فور نسبت به تمچیز، از دید این و از دید شهر شما با یه سطوحی که بریده بریده اینطوری میتونه کل پروژه رو تازه خود این میتونه فرم های پیچیده داشته باشه، ولی از دید شهر که در 1800 و این تپه که حدودا 1900 تا 2000، یعنی خودش 200 متر اختلاف داره از شهر که بخوایم ببینیم، اگه ما سر شی باشیم اینطوری آخرش اینکلینایت داشته باشیم و آخر به این برسیم، کل اینم باز یه تصویر خوبی خواهیم دید. اینا چیزاست که توی کل ایدوگرام پروژکت باید از دیدهای بصری اتفاق بیفته. همواره همون چین زیگوراتی هستیم که خود زیگورات هم یک کجی داشت، ما هم در کل پروژه این کجی رو باز مثل زیگورات ایجاد می‌کنیم.